هند با جا دادن چند هزار دین، مذهب، آین و مسلک، سرزمین ادیان و مذاهب به شمار می رود. لذا به نظر می رسد که همزیستی مسالمت آمیز باید در این کشور نسبت به دیگر کشورهای جهان نمایان تر باشد. اما متاسفانه نه تنها چنین چیزی وجود ندارد بلکه حق و حقوق مسلمانان هموار توسط هندوها پایمال شده و به هر طریق آنها را مورد اذیت از و آزار قرار می دهند. این وضعیت بگونه است که حتی صدای غیر مسلمانانی مانند گاندی هم در آمد و نسبت به وضعیت حاکم در هند رفتار و رفتار دولت اعتراض کرده است. یکی از سیاستمداران هندی از خانواده گاندی از سیاست های مذهبی دولت این کشور انتقاد کرد. راهول گاندی از رهبران حزب کنگره و از نوادگان مهاتما گاندی رهبر استقلال هند از تورم، بیکاری و همچنین تلاش دولت نارندا مودی برای شکاف میان مسلمانان و هندوها انتقاد کرد. گاندی در جمع هزاران نفر از مردم که در اعتراض به سیاست های دولت افراتی مودی در کنترل قیمت مواد غذایی تجمع کرده بودند، انتقادات کم سابقه ای را علیه دولت مطرح کرد. گاندی مودی را متهم کرد که سیاست هایی را به نفع گروه های تجاری بزرگ به ضرر صنایع کوچک و متوسط و کشاورزان و کارگران فقیر دنبال می کند و افزود که مردم از بیکاری و همچنین افزایش قیمت ها متأثر شدند. گاندی با اشاره به سیاست حزب حاکم بهاراتی آجاناتا مبنی بر قطبندی هندو و مسلمانان افزود دولت با ایجاد فضای ترس و نفرت کشور را تضعیف می کند. گفتنی است از زمانی که حزب بهاراتی آجاناتا در هند روی کار آمده وضعیت مسلمانان بدتر شده است. هندوهای افراطی قدرت بیشتری گرفتند بر مسائلی چون هجاب صدای از آن یا به مسلمانان را آزار و اذیت می کنند. ماعده خاموش اخبار شیعه